هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز تیرشید 23 خرداد ماه 2583 ایرانیه و 12 از ماه ژوئن 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خواستم خدمتتون عرض بکنم بسیار خوشحالم و افتخار میکنم به اینکه چنین جمعیتی رو در خاک کشور غریب بر مزار شاهدخت ایران بانو لیلا پهلوی میبینم و چه بسا اگر ایشون به جای اینکه در غربت آرامیده باشن، اگر در وطن بودند، هزاران برابر این جمعیت بعد از 23 سال بر مزار ایشون حاضر میشدن. این نشون میده که از نظر ما ملت ایران همچنان هر یک پهلوی یک سرمایه ملیه و واقعا بعد از 23 سال همچنان بنده شخصا در غم از دست دادن ایشون هستم. فقط تنها صحبتی که داشتم به عنوان کوچیک همه شما در این جمع اینه که تعداد ما خیلی زیاده، ما بیشماریم، ما ملت هستیم. قدرت ملت رو دست کم نگیرید و هر لحظه ناامیدی خیانت به خودمون و کشورمون، ناامید نشویم، ادامه بدهیم و شک ندارم که ما در این راه پیروز میدان خواهیم بود. خیلی ممنونم. هممیهنان عزیز و بزرگوارم، خب شب گذشته خبری منتشر شد که بدون شک توی دل علی خامنه‌ای و تمام دستگاه رژیم نجات پرست شیعه در تهران خورد شد و ریخت زمین. و اون چیه؟ خبری که خبرگزاری دولتی روسیه منتشر کرده که ایندیپندنت فارسی گزارش داده، نوشته توافق همکاری جدید تهران و مسکو تعلیق شد. چی میگه خبر؟ خبر میگه زمیر کابلوف مقام وزارت خارجه روسیه در این زمینه به رسانه‌های دولتی این کشور گفت این یک تصمیم راهبردی میان دو کشور است و به دلیل مشکلاتی که شرکای ایرانی با آن مواجهند، توافق جدید همکاری موقتاً به حالت تعلیق در آمده است. خب حالا جالب اینجاست که در توضیحات که اومده یک مش چرت و پرت بی ربط اومده و مشخصه که این تعلیق هیچ ارتباطی به این ادعاها نداره. مثلا میگن که شما رئیس جمهور جدید باید انتخاب بکنید و بعد ما با شما پیمان میبندیم. در صورت که پیمان هایی که داره بسته میشه، اگر دقت کرده باشید، سفر مقام های نظامی رژیم به روسیه، در این حال مثلا سفر مقام انتظامی رژیم، یعنی این آقای رادان که یک آدم کشه، یک خائن پست فطرت به تمام معناست، به روسیه است. تمام اینها یک سری قراردادهای امنیتی بوده که قرار بوده انجام بشه، ربط مستقیم به شخص رئیس جمهور نداره اصلا. خب پیمان در واقع چیه؟ اینکه اگر رژیم اسلامی در حال سقوط بود، روسیه قرار بوده بیاد مثلا کشورهای شوروی سابق، دقت کرده چند بار روسیه این کار کرده، رفته اینا نجات، نیروی نظامی برده پیاده کرده، سرکوب کرده مخالفین رو و دولت کنونی رو حفظ کرده. این خاص رو علی خامنه‌ای داره از روسیه. الان روسیه داره این از این عقب نشینی میکنه، دلیل بسیار مهمی داره و گرچه قبلا من به این موضوع اشاره کرده بودم که این اتفاق خواهد افتاد، اما در عمل الان روسیه رژیم اسلامی داره میفروشه، ولی الان خواهیم فهمید که به چی داره میفروشه. ببینید داستان سر چیه؟ داستان سر اینه که الان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با وجود مخالفت‌های چین و روسیه قطعنامه علیه رژیم فرستاد شورای امنیت. در شورای امنیت قطعنامه‌ای وجود داره به نام قطعنامه 2231 شورای امنیت. این قطعنامه 2231 برجام زیر مجموعه این بوده، اصل کار این بوده. اون زمان که این قطعنامه در سال 2015 اگر اشتباه نکرده باشم تصویب شده، هم روسیه و هم چین به یک سری قرارمدار از قبل پایبندن. یعنی شورای امنیت اینجوریه، اگر اینا چیز رو تصویب بکنن تا ابد ناچارن به اون پایبند باشن، اگر اون رو نقض بکنن دیگه شورای امنیت بی‌معنی میشه. و شورای امنیت مهمترین در واقع شورای صلح در جهانه، در واقع اینجوری بگیم وجود شورای امنیت هم برای چین و هم روسیه خیلی مهمه. خب اما این قطعنامه 2231 درش چی هست؟ مکانیزم ماشه مکانیزمیه که میگه اگر ثابت بشه که رژیم اسلامی مفاد
برجام رو نقض کرده، هر وقت که تعدادی از کشورهایی که عضو دائم شورای امنیت هستن که البته اکثریت رو دارن تصمیم بگیرن که مکانیزم معاشه رو فعال بکنن، تمامی تحریم های سازمان ملل متحد یک شبه میتونه برگرده و رژیم اسلامی یک شبه توسط تمامی کشور جهان تحریم خواهد شد. این تحریم اصولا رژیم رو ناکار میکنه، یعنی کارش رو تموم میکنه به همین سادگی. الان اروپایی ها حتی با آمریکا فشار آوردن که باید مکانیزم معاشه برگرده. خب گرچه من شخصا تا اینو نبینم قطعا باور نمی کنم، یعنی واقعا نمیشه به اروپایی هم زیاد اعتماد کرد، اما الان دیگه از خط و مرزهای رژیم گذشته و دیگه اروپایی ها و آمریکا همین الان باید تصمیم بگیرن که آیا خواهند گذاشت رژیم هسته‌ای بشه یا نه. مسئله که وجود داره اینه که این آخرین قطعنامه شورای حکام بسیار با مخالفت های آمریکا مواجه شد، اما اروپایی ها به قدر نیاز دارن به چنین چیزی که حتی جلوی آمریکا ایستادن و این رو فرستادن و آمریکا هم ناچار شد این رو بپذیره. بنابراین اینا یه مقدار عزمشون جزمه واقعا. برای همین هم هستش که همین امروز علی باقری کنی که وزیر موقت خارجه رژیم اسلامیه در گفتگو با راشا تودی، یعنی ببینید دیروز روسیه اومده گفته که آقا ما اون تفاهمنامه امنیتی که قرار امضا کنه فعلا تعلیق میکنیم، اما دلش هیچ اقدامات رژیم نیست بلکه یک سری انتخابات و اینا شما دارید اینه. حالا همین امروز آقای علی باقری که این رفته با راشا تودی، یعنی اگر شما بخوای راجع به این موضوع صحبت بکنی میری مثلا با رویتر صحبت می‌کنی، با غربیا صحبت می‌کنی، نه که بری با راشا تودی صحبت بکنی. بنابراین هر چی که هستش تصمیم روسیه هستش مربوط به موضوع برجام و مربوط به موضوع مکانیزم معاشه و بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل که روسیه نمیخواد بهش وصل باشه، که الان با من اگر همراه باشی برای شما توضیح میدم که چگونه روسیه داره بزرگترین خنجر رو از پشت فرو میکنه به پشت علی خامنه ای. علی باقری کنی امروز با راشا تودی مصاحبه کرده، گزارش میگه علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با راشا تودی بر پایبندی جمهوری اسلامی به برجام تاکید کرد و مدعی شد تهران همچنان در چارچوب تعهداتی است که در توافق سال 2015 داشت حرکت میکنه. خب ببینید این چقدر چرت و پرته. دو روز پیش بلند پایه ترین مقام هسته‌ای رژیم اومده بود گفته بود که آقا ما از برجام عقب نشینی میکنیم و داریم تغییر رویه میدیم. اون وقت این امروز برگشته میگه که آقا ما نه هنوز پایبند نمی برجام. ببینید دروغا رو ببین چقدر تداخل داره با هم. در ادامه حالا صحبتهایی کرده، کلا دروغای گفته که آقا ما پایبندیم و همه این صحبت رو. هیچ اهمیتی نداره. ببینید موضوع چیه؟ چه اتفاق داره میفته کلا؟ ببینید روسیه پاشو پس کشیده از خود چسبوندن خودش به رژیم. چرا؟ به خاطر اینکه متوجه شده که چند تا اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور خواهد شد. خب وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه، بخشی از مشکلات روسیه با اروپا و اوکراین یک شبه حل میشه. چطور؟ اوکراینی ها مثل زلنسکی و یک سری راستگرا، در واقع البته زلنسکی کمتر، مخصوصا سخنرانی که شب گذشته کرده در اوکراین اعصاب خیلی چپگراها و راستگراها رو خراب کرده، به خاطر اینکه زلنسکی متوجه است که این سرزمینا که از دست دادن اوکراینی ها نمیتونن پس بگیرن. خب اینجور که بوش میاد هم روسیه میبینه، هم زلنسکی میبینه، هم اروپا داره میبینه که دونالد ترامپ رئیس جمهور خواهد شد. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دونالد ترامپ میاد هم روسیه و هم اوکراین رو با واقعیاتی روبرو میکنه. اول اینکه به اوکراین دیگه ما پول نمیدیم، دیگه پولی در کار نیست، این چیزی که به زلنسکی خواهد گفت. بنابراین زلنسکی نمیتونه بجنگه، باید فکر صلح باشه. از طرف دیگه به روسیه میگه که آقا اگر ادامه بدی من بمب میزنم رو سرت، همونطور که گفتم مسکو رو با بمب میزدم اگر چیز بود، الانم همینه داستان، واقعیت هم همینه. این چیزای نشون خواهد داد، نیرو خواهد برد، به نظر من یه مقدار عضله گنده نشون خواهد داد ترامپ، به خاطر اینکه ناچار این کارو بکنه. بنابراین روسیه به نفعشه که تا همین جای کار هر چادم از دست داده نزدیک به راحتی 500,000 روس کشته شده تو این جنگ، الان تا این جای کار به دارایی زیادی از روسیه گرفته شده. الان مثلا هولوش 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکرده باشم از دارایی های روسیه رو که منجمد کرده بودن غربیا در بانک های خودشون الان میخوان بدن به اوکراین. خب اگر کار اینجوری ادامه پیدا بکنه تمام دارایی ها روسیه رو در خارج میگیرن میدن به اوکراینیا، آخرش هم روسیه میبینه که آقا الان چون داره پیشروی میکنه ولی وجب به وجب پیشرویش، یعنی اینجوری نیست که نصف اوکراین تا الان گرفته باشه، نه
چند ماه یک بار یه شهر رو میگیرن. خب این به درد نمیخوره. تا کی میتونه روسیه اینجوری ادامه بده؟ نمیتونه ادامه بده. بنابراین چیزی که روسیه میبینه اینه که اگر ترامپ رئیس جمهور بشه که احتمالاً رئیس جمهور خواهد شد، صلحی در کاره. از طرف دیگه زلنسکی میبینه که صلحی در کاره. اروپایی‌ها اینو میبینن. اما تحریمایی که گذاشته شده علیه روسیه تحریمای شورای امنیت و سازمان ملل نیست، تحریمای جهانی نیست. تحریمایی که رژیم باش طرفه و الان دوباره احتمال زیاد برخواهد گشت، تحریمای سازمان ملل، یعنی تمام جهان تحریم میکنه رژیم رو. هیچ کس دیگه با رژیم کار نخواهد کرد از جمله خود روسیه و چین. الان روسیه نمیخواد هیچ پیمان امنیتی با رژیم ببنده. چرا؟ به خاطر اینکه هر جور پیمانی از این گونه بستن با رژیم، اون رو دوباره یعنی روسیه رو میچسبونه به تحریم‌های جهانی. در حالی که روسیه الان در آستانه اینه که دونالد ترامپ بشه رئیس جمهور و صلح بشه و به صلحی برسه و آخرش هم سر یه مقدار دارایی یا سر مش خسارت و اینجور چیزا با اوکراین کنار بیاد و احتمالاً بخشی از اوکراین هم خواهد گرفت، یعنی طی این صلح جدید اوکراین ناچار بخشی رو بده بره. همونطور که میبینید روسیه داره خودش رو جدا میکنه از علی خامنه‌ای و از پشت خنجر رو فرو کرده به پشت علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای اینو دیده و متوجه شدن، برای همین هم هستش که علی باقری یعنی اومده با راشا تودی با خبرگزاری روسی دولتی در مورد برجام داره صحبت میکنه و دروغای میگه. دو روز پیش خود مقامات سازمان انرژی هسته‌ای رژیم برعکس این رو گفتن و هیچ شواهدی در مورد ادعای علی باقری وجود نداره. یعنی همونطور که میبینید همه اینا خودشون رو خراب کردن، همه خودشون رو آماده کردن برای بازگشت دونالد ترامپ. حتی ولادیمیر پوتین نمیخواد هیچ نزدیکی و هیچ ارتباطی با علی خامنه‌ای داشته باشه. همونطور که ما و شما میدونستیم مدت هاست، هم چین و هم روسیه در نهایت و در آخر کار رژیم اسلامی رو خواهند فروخت، مثل یک برگ کاغذ بی مصرف دور خواهند انداخت و به فکر حکومت و کشور خودشون خواهند بود. و علی خامنه‌ای که خیال بافانه تصور میکرد مثلا روزا میان نجاتش میدن مثل قاجارا فکر میکرد، الان هم لب مرگه، هم رژیم منحوس نجات پرستش لب مرگ. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.